تأکید مشاوران جرگه و ائتلاف اصلاح طلبان برای حمایت از فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات، فرار هزاران تن از سربازان اردوی ملی از وظیفه در سال روان، نگرانی مقام های آمریکایی از بن‌بست مواجه شدن جنگ افغانستان، موجودیت مشکلات جدی در روابط افغانستان با برخی کشورهای جهان، تلاش های چین برای کاهش روابط خود با ایران، آمادگی شورای انتقالی لیبیا برای حمله به آخرین پایگاه معمر قذافی و تأکید اتحادیه اروپا برای تشدید فشارها علیه حکومت سوریه. به نام خداوند یکتا و توانا، به سرویس خبری این ساعت از افغان نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 13 سنبله سال 1390 هجری خورشیدی است که برابر است با 4 مایه سپتامبر سال 2011 میلادی. منصور احمد مرزی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مشاوران جرگه معرفی نو عضو جدید ولسی جرگه را یگانه راه حل برای پایان بحران انتخابات ولسی جرگه می داند. رئیس این مجلس از اعضای ولسی جرگه می خواهد تا فیصله اخیر کمیسیون مستقل انتخابات را به منظور ختم این بحران بپذیرند. با این حال اعضای ائتلاف پارلمانی اصلاح طلبان نیز این فیصله را گام بسوی حل جنجال های انتخاباتی می دانند. اما ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون بر مبارزه مدنی علیه فیصله تاکید می کند. در حالی که 8 از 9 نماینده تازه معرفی شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز گذشته در یک فضای پرتنش با اشتراک رئیس ولسی جرگه سوگند وفاداری یاد کردند. مشنان جرگه نیز از جنای درگیر این مسئله می خواهد تا با پذیرفتن این فیصله برای بحران به وجود آمده نقطه پایان بگذارند. دولت په دې مجبور کړي چې تاسو ته وزیران او کابینه معرفي کړي، هغې ته رایه ورکړي تر څو زموږ د حکومت نظام او دولت په خپو ودرېږي. باید پارلمان به مسؤلیت های اصلي خود رسیدگی بکنه. مسؤلیت اصلي چیست که قانون بسازه، نظارت از عمل کرده و قوه اجرایه بکنه و از مردم افغانستان نمایندگی بکنه. ما در پالی ازی که به بحران امنیت مواجه هستیم، به بحران اقتصادی مواجه هستیم و در یک بحران سیاسی و بحران داخلی به نفع ما به هیچ صورت تمام نمیشه. به این دلیل مجلس سنا جانبدار پایان یافتن این قضیه در چوکات قانون و در چوکات مساله و منافع اولیای افغانستان بود. از سوی دیگر اعضای ائتلاف پارلمانی اصلاح طلبان نیز در حالی که فیصله کمیسیون انتخابات را قانونی نمیدانند، اما میگویند این فیصله تنها راه حل برای پایان بحران موجوده میباشد. این که کمیسیون انتخابات کار درست کرده است و یا نکرده است، ولی من حیث آخرین کار و ختم بحران و ختم مشکلات بعد این فیصله را دادم پذیرفت. سوال دانه دی چه کمیسون چه کردی چه ندی کردی، سوال داری چه افغانستان نور دی جنجال چنگی اصله شو، تشنج او سیاسی کرکش پا افغانستان که ادامه پیدا که دا دی ملک پا خیر ندی، دی ملت دی کور پا خیر ندی، دی افغانستان پا خیر بانده ندی. اما ائتلاف پارلمانی حمایت از قانون که مخالف فیصله کمیسیون و ورود این نوع عضو جدید به ولسی جرگه می باشد می گوید، رئیس ولسی جرگه با دادن سوگند به این افراد فیصله های مجلس را زیر پا گذاشته و او را متهم به خیانت می کنند. این ائتلاف هشدار می دهد تا زمانی که به خواست های آنان توجه نشود به مبارزات خود ادامه می دهند. خط ما دفاع از قانون است، حمایت از قانون است و استادن در برابر زورگویی و قانون شکنی، و در این راستا ما هم میتانیم از درون پارلمان با مبارزات خود ادامه بدیم که ما وکلای ملت هستیم، و هم میتانیم از بیرون پارلمان با مبارزات خود ادامه بدیم که بسته به مورد ما تصمیم میگیریم. ما روزمره جلسات داریم و تصمیم میگیریم که آیا مبارزات ما از بیرون پارلمان با تحریم پارلمان انتصابی بیشتر مؤثر واقع میشه یا از درون پارلمان بیشتر مؤثر واقع. این در حالی است که روز گذشته نو عضو تازه معرفی شده به ولسی جرگه با کمک نیروهای امنیتی به ولسی جرگه راه یافتند و پلیس از ورود نو عضو برکنار شده و همچنان اعضای ائتلاف حمایت از قانون به داخل مجلس جلوگیری نمودند.
حدود 24,000 سربازان اردوی ملی از ماه جنوری تا ماه جون سال روان میلادی وظایف خود را ترک کردند. بر اساس احصایه نیروهای ناتو از هر 7 سرباز اردوی ملی در 6 ماه نخست سال روان میلادی یک تن از آنان ترک خدمت نمودند. با گزارش رسانه واشنگتن پست، مقام های افغان دلیل آمار بالای فرسایش اردوی ملی را آسیب پذیر بودن سیاست های دولت در امر تنبیه سربازان فراری می دانند. منع تنبیه سربازان فرار از خدمت در فرمانی از سوی رئیس جمهور کرزی به منظور تشویق جوانان برای پیوستن در صفوف اردو و پلیس ملی وضع شده است. من شخصا حامی حذف عفو سربازان فرار از خدمت هستم، زیرا نمی توانیم بر افرادی که کارهای خلاف را انجام دهند چشم پوشی نماییم. تنها در ماه جون سال روان 5,000 سرباز افغان از خدمت سربازی فرار نمودند که این تعداد 3% از مجموع 170,000 نیروی اردوی ملی را تشکیل می دهد. به نوشته واشنگتن پست، مقام های نظامی افغان و ائتلاف معتقدند که می توانند شمار سربازان اردو را با وجود سطح بالای فرار سربازان به 200,000 تن افزایش دهند. اما می پذیرند که برای حکومت مهم است تا آمار فرار سربازان از خدمت را کاهش دهد، زیرا شمار نیروهای امریکایی در این کشور کاهش می یابد و فشار مسئولیت های امنیتی بالای نیروهای امنیتی افغان بیشتر می شود. برای اردوی افغانستان مهم است بداند که چیگونه می تواند سطح فرسایش نیروها را کاهش دهد. اما عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان به واشنگتن پست گفته است که فکر نمی کند آمار بالای فرار سربازان مشکل ایجاد کند، زیرا وزارت دفاع در امر استخدام سربازان تا کنون مشکلی نداشته و شمار مراجعین نیز زیاد بوده است. فرماندهان افغان و ائتلاف میگویند اکثر سربازان به دلیل ناکافی بودن معاش و یا فرماندهانی که برای آنان اجازه رخصتی نمیدهند وظیفه خود را ترک میکنند. اما تاکید میورزند که رهبری نادرست فرماندهان اردو سبب فرار سربازان میشود. سربازان مجروح اردوی ملی سال گذشته به دلیل بی‌توجهی دکتران در شفاخانه نظامی سردار داوود خان جانهای خود را از دست می‌دادند. مشاوران آمریکایی می‌گویند دکتران و دیگر افراد موظف در این شفاخانه برای تداوی این زخمی‌ها رشوت می‌خواستند. روزنامه وال استریت ژورنال در شماره اخیر خود می‌نویسد این مورد که در گذشته گزارش نشده جزئیاتی را در رابطه با شواهد پیشین از سوی مدیریت در شفاخانه نظامی داوود خان نشان می‌دهد. به نوشته این روزنامه، بسیاری از معاش کارمندان این شفاخانه از پول مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت می‌شود. از این رو به شیوه‌ای که مقام‌های بلندپایه افغان سخاوتی و رشوه‌ستانی در ادارات دولتی تحمل می‌کنند، نشان دهنده عمیق‌تر شدن ریشه‌های فساد اداری در حکومت حامد کرزی و همچنان محدودیت توانایی واشنگتن برای مهار آن است. برادر یک پلیس به نام علی نور حضرت که در پی حمله طالبان مجروح شده و به شفاخانه سردار محمد داوود خان منتقل شده بود میگوید برای رشوت دادن به دکتران و گرفتن غذا از شفاخانه زمینی را که در ولایت ننگرهار داشت به فروش رساند، اما برادرش به دلیل بی‌توجهی دکتران جان باخت. در این حال اسناد نیروهای آمریکایی نشان می‌دهد که بیماران شفاخانه نظامی داوود خان به دلیل نبود غذای کافی سوء تغذی شده و همچنان از داروهای تسکین دهنده هنگام پانسمان زخم‌های این افراد استفاده نمی‌شده است. با این حال بزرگترین مشکلی را که مقام‌های آمریکایی در اواسط سال گذشته در شفاخانه داوود خان دریافتند جنرال احمد ضیا یفتلی بود. آقای یفتلی که یک جنرال واحد طبی اردوی ملی است، ارتباط محکمی با شخصیت‌های سیاسی دارد. مقام‌های آمریکایی گفتند که آنان از آقای یفتلی در ماه می سال 2010 میلادی در مورد مفقود شدن دارو در شفاخانه داوود خان خواستار تحقیق شدند. اما در نهایت مشخص شد که این جنرال اردو خودش از مفقود شدن این داروها سود برده است. این در حالی است که جنرال یفتلی همه این اتهامات را رد می‌کند. روابط و سیاست‌های افغانستان با برخی کشورهای جهان با مشکلات جدی روبروست. سخنگوی وزارت خارجه با ابراز این مطلب تأکید می‌ورزد طالبان زمانی می‌توانند در کنفرانس بن دوم اشتراک نمایند که در پروسه صلح با دولت همکاری نمایند. با این حال جانان موسازی از ایجاد نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در عراق، کانادا، برزیل، هنگری و آلمان خبر می‌دهد.
جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه میگوید مقام‌های افغان در 10 سال گذشته افغانستان را از حالت انزوا بیرون نموده و با شمار کشورها روابط دیپلماتیک را برقرار نمودند. بان هم با برخی کشورها مشکلات جدی وجود دارد و حکومت تلاش می‌ورزد تا این معضلات را حل سازد. محور سوم کنفرانس بن دوم ابعاد ملکی پروسه انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای بین المللی و نیروهای افغان خواهد بود. با این حال سخنگوی وزارت خارجه تاکید می‌ورزد طالبان زمان می‌تواند تحت حکومت افغانستان در کنفرانس بن دوم اشتراک نمایند تا در پروسه صلح همکاری‌های جدی را انجام دهند. آقای موسازه می‌افزاید که همکاری منطقه‌ای پروسه مصالحه، انتقال امنیت به نیروهای افغان و همکاری درازمدت جامعه جهانی با افغانستان از جمله موضوعات مورد بحث کنفرانس بن دوم خواهد بود. طالبان کولای شي د بن په کنفرانس کې ګډون وکړي، ولی یوازې هغه وخت چې د افغانستان د ملي روغې جوړې په هڅو کې او په پروسه کې عملی پرمختګ شوی وي. د افغانستان د خوانه به یو واحد هیئت په بن کې ګډون کوي. از سوی دیگر آقای موسازه از ایجاد قنسلگری های افغانستان در مونچ آلمان و ونکور کانادا و ایجاد نمایندگی های سیاسی کشور در برازیل، هنگری و عراق خبر داده می افزاید که عربستان سعودی می تواند در روند مصالحه نقش مثبت را ایفا نماید. عربستان دولت در افغانستان در ملی پخلاین در پروسینا و در حدسونا پخوا هم لطرینان کرده او هم دوی د دې پروسې نه ملاتړ کوي او دا وعده یې کړې ده، دا تعهد یې کړی چې هر هغه کار چې د دوی په توان کې وي هغه به ترسره کوي. باید یادآور شد که افغانستان در تمام جهان 70 سفارتخانه و یا نمایندگی های سیاسی دارد، اما برخی آگاهان به این باورند که برخی نمایندگی های سیاسی افغانستان نتوانستند وظایف خود را به اساس منافع ملی کشور انجام دهند، بلکه آنان به نفع کشورهای مربوطه کار میکنند. جنگ افغانستان با یک بنبست روبرو است. یک تحلیلگر سازمان استخباراتی آمریکا که قرار است با جنرال دیوید پتروس کار کند، مشکلات افغانستان را حقیقی دانسته و دلیل این همه مشکلات را سیاست‌گذاری‌های نادرست رهبری آمریکا خوانده. میگوید باراک اوباما برای محدود نمودن اهداف القاعده و عقب زدن تحرکات طالبان در افغانستان، از فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان کار گرفت. روزنامه واشنگتن پست در رابطه با مسئولیت تازه دیوید پتروس، فرمانده سابق نیروهای ناتو در افغانستان که قرار است به زودی وظیفه اش را در پست اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA آغاز نماید، می نویسد. نویسنده روزنامه واشنگتن پست معتقد است زمانی که پتروس در هفته آینده پست اداره CIA را اشغال نماید، با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. یک تحلیلگر CIA که قرار است با پتروس کار نماید، در ارزیابی اخیرش گفته است که جنگ در افغانستان با بنبست روبرو می باشد، نظریه‌ای که پتروس با آن موافق نمی باشد. این تحلیلگر قضاوتش را در رابطه با ارزیابی ولسوالی‌های افغانستان در ماه جولای تکمیل نموده است. در ادامه مطلب واشنگتن پست استناد بر اظهارات یک تن از مقامات ملکی که با این تحلیل آگاهی دارد می‌نگارد. هر کس که به افغانستان نظر می‌اندازد، تشخیص می‌دهد که مشکلات موجود در آنجا حقیقی بوده و پیشرفت ساده نمی‌باشد. نویسنده معتقد است که مشکل بزرگتر اصلا متوجه اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می‌باشد. در مطلب آمده که وی در سال 2009 برای محدود نمودن اهداف القاعده در افغانستان و عقب زدن تحرکات طالبان در آن کشور تعهداتی را به امضا رسانید، اما جهت رسیدن به این هدف از استراتژی ازدیاد نیروهای نظامی عملیاتی استفاده نمود. قرار است قوای خاص آمریکا عملیات‌های ویژه نظامی و ماموریت‌های استخباراتی را در پاکستان و شماری از کشورهای دیگر انجام دهند. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به نقش این نیروها در عملیات‌های نظامی افغانستان نوشته است صلاحیت این نیروها در مقایسه با سازمان استخباراتی آمریکا بیشتر است و 10 سال پیش عملیاتی را در منطقه تورابورا راه اندازی کرده بودند که منجر به فرار اسامه بن لادن به پاکستان و کشته شدن شماری از سران القاعده گردید. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیرش مقاله را درباره فعالیت‌ها و عملیات قوای خاص آمریکایی به نشر رسانیده و نوشته است شمار زیادی از سران القاعده و گروه‌های دهشت افغان در نتیجه حملات تیاره‌های بدون سرنشین سازمان استخباراتی آمریکا کشته شدند، اما یک نهاد دیگر هم فعالیت می‌کند که پس از حملات 11 سپتامبر فعالیت‌های آن بیشتر شده
به نوشته روزنامه این گروه قوای خاص امریکا نیووی سیل نام دارد که اعضای این نهاد افزایش یافته و فعالیت‌های زیاد را انجام می‌دهند. یک مقامی نیروهای خاص که نخواست نامش فاش شود به روزنامه واشنگتن پست گفته است نیروهای خاص آمریکایی قوای نامرئی هستند که جان را کنترل می کنند اما دیده نمی شوند. آنها کارهای را به پیش می برند که سی آی ای توان و یا هم صلاحیت آن را ندارد. روزنامه می نویسد اعضای این گروه بودند که در ماه می سال جاری اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در پاکستان به قتل رساندند. بر این اساس مقام های آمریکایی به شمول رئیس جمهور و وزیر دفاع این کشور از این قوای خاص خواستند که عملیات خاص و ماموریت های استخباراتی را به پیش ببرند و همچنین در یمن، پاکستان، سومالیا، فلیپین، نایجیریا و سوریه کارهای لازم را انجام دهند. خبرهای جهان را لحظات بعد دنبال می کنیم. این هم خبرهای خارج از کشور. به دلیل خشک شدن آب دریاچه ارومیه ایران، تظاهرات در شهرهای تبریز و ارومیه صورت گرفته است که با برخورد نیروهای امنیتی این کشور مواجه شدند. نیروهای ضد شورش در هر دو شهر برای پراگنده کردن مردم از گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کردند. فعالان حقوق بشر در ایران از تظاهرات پراگنده در شهرهای ارومیه و تبریز خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها گروهی از مردم این دو شهر به خیابان‌ها آمده و به خشک شدن دریاچه ارومیه اعتراض کرده‌اند. نیروهای امنیتی که از صبح روز گذشته به صورت آماده باش در سطح شهرهای ارومیه و تبریز حضور داشتند با متعرضان درگیر شده‌اند. شاهدان عینی گفتند نیروهای ضد شورشی در هر دو شهر با پرتاب گاز اشک‌آور و گلوله های پلاستیک تلاش داشتند تا تظاهر کنندگان را متفرق سازند. بر اساس گزارش های شاهدان عینی از ارومیه در خیابان های مطهری، طالقانی و عطایی میان مردم و نیروهای امنیتی و انتظامی درگیری رخ داده است. برخی شاهدان از درگیری ها در خیابان های افده شریور ارومیه و خیابان های اطراف آن خبر داده گفتند. در این منطقه صدای شلیک گلوله و موترهای امبولانس شنیده می شد. در ارومیه برخی خبرها تایید نشده حاکی است که تعداد از معترضان زخمی و چندین نفر بازداشت شدند. چین به دلیل همراهی با سیاست‌های آمریکا علیه ایران خود را به آرامی از بخش انرژی ایران کنار می‌کشد. مقامات ارشد چین و آمریکا می‌گویند که گزارش‌های جدید نشان می‌دهد چین می‌خواهد به نحو روابط خود را با ایران کاهش دهد. اما این کشور به دلیل روابط نزدیک اقتصادی نمی‌تواند روابط خود را با ایران قطع نماید. یکی از مقام‌های کنگره آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که چین با خروج تدریجی از بخش انرژی ایران و همگام شدن با خواست‌های آمریکا بدون سر و صدا از واشنگتن امتیازهای زیادی گرفته است. این مقام ارشد آمریکایی که نخواست است نامش فاش شود گفته است اواخر سال 2010 میلادی بود که مقام‌های چینی به ما می‌گفتند که هرچند نمی‌توانیم علنی بگوییم اما شما خواهید دید که چین با ایران قرارداد جدید امضا نخواهد کرد. باراک اوباما از آغاز ورود به کاخ سفید بارها پکن را برای کاهش روابط تجاری با تهران تحت فشار قرار داده بود. سخنگوی کاخ سفید گفته است که جو بایدن در سفر اخیر خود به پکن در این زمینه گفتگو کرده، گفته است که چین نباید قراردادهای کنونی خود با ایران را گسترش دهد و باید از امضای قرارداد جدید با ایران خودداری کند. از سوی دیگر سه ماه پیش مقام‌های ایران دوبار به شرکت CNPC، بزرگترین شرکت نفت و گاز دولتی چین، برای سرعت بخشیدن با کار خود در میدان گاز طبیعی پارس جنوبی هشدار دادند. این در حالی است که پیش از این چین تلاش کرده تا تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بر معاملات پکن و تهران در بخش انرژی تاثیرگذار نباشد، چون تحریم اقتصادی علیه ایران تاثیرات منفی بر معاملات اقتصادی چین با این کشور دارد. این مسئله چین را در دوراهی انتخاب بین آمریکا و ایران قرار داده است.
شورای انتقالی لیبیا از آمادگی برای حمله بر شهرک بنی ولید، یکی از آخرین پایگاه‌های مستحکم طرفداران معمر قذافی رهبر برکنار شده لیبیا خبر می‌دهند و قرار است رهبری شورای انتقالی لیبیا به طرابلس انتقال یابد. از سوی دیگر اسناد سازمان نظارت از حقوق بشر نشان می‌دهد که سازمان‌های استخباراتی آمریکا و بریتانیا با حکومت قذافی رابطه بسیار نزدیک داشتند. قوای شورای ملی انتقالی که از حمایت ناتو برخوردارند میگویند آنها آماده ورود به شهرک بنی ولید در 150 کیلومتری جنوب شرق طرابلس اند. موسی ابراهیم، یک سخنگوی قذافی، گفته است وی باور ندارد طرفداران حکومت قذافی در بنی ولید تسلیم شوند. وی همچنان گفته است قبیله ورفالا در این منطقه تا هنوز به قذافی وفادارند. همچنین گزارش شده است که قوای حکومت موقت و شهر آبایی قذافی سیرت و سبحه پیش روی دارند. رهبر شورای انتقالی لیبیا گفته است از آنجا که طرابلس پایتخت لیبیا بعد از سقوط رژیم قذافی رو به بهبود است، اما رهبری این شورا در نظر دارد تا در هفته آینده به پایتخت انتقال یابند. رهبری حکومت موقت لیبیا همچنان تعهد کردند که در مدت 20 ماه دیگر انتخابات را برگزار نمایند و قانون اساسی آن کشور را تعدیل و به غرض تصویب به همه پرسی بگذارند. این اعلامیه به روز جمعه در پاریس و فقط یک روز بعد از آن نشر شد که رهبران جهان موافقه کردند 15 میلیارد از دارایی های لیبیا را که در بانک‌های خارجی مسدود بود آزاد کنند. همزمان به اساس گزارش‌ها اسناد به دست آمده سازمان نظارت از حقوق بشر نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر میان ادارات استخباراتی معمر قذافی و سازمان‌های جاسوسی آمریکا و بریتانیا روابط نزدیک وجود داشته است. قرار است اتحادیه اروپا فشارها علیه رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه را تشدید بخشد. وزیر خارجه فرانسه هشدار می‌دهد که احتمال می‌رود دامنه این فشارها از مسائل اقتصادی نیز فراتر رود. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز تأکید کرده که اگر رهبری سوریه سیاست‌های خود را تغییر ندهد، با فشارهای شدید مواجه خواهد شد. اتحادیه اروپا یک روز پس از اعلام تحریم نفتی علیه رژیم بشار الاسد بار دیگر امکان تحریم‌های بیشتر را علیه این رژیم مطرح کرده است. آلن ژوبا، وزیر خارجه فرانسه، پس از دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است اگر بشار الاسد در قبال خواستها و فشارها بی تفاوت بماند و سیاست‌های خود را تغییر ندهد، ما باید فشار بر سوریه را تشدید بخشیم. واقعیت این است که سوریه لیبیا نیست، ولی ما باید نسبت به خودمان و هم در برابر جامعه جهانی رفتار باورپذیر و نتیجه بخش داشته باشیم. وزیر خارجه فرانسه که در آشه اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در سقوط لهستان سخن می گفت، تاکید کرد که احتمال می رود فشارهای علیه رژیم سوریه از تحریم‌های اقتصادی نیز فراتر رود. ژوبا افزود که اتحادیه اروپا و در هر حال فرانسه باید به تعهدات خود نسبت به حراست از مردم سوریه در برابر قهر و خشونت عمل کنند. او بار دیگر بر لزوم تماس و همکاری بیشتر با اپوزیسیون سوریه تاکید کرد. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز بر تشدید فشارهای این اتحادیه بر حکومت سوریه تاکید کرده است. در همین حال گیدو استورلا، وزیر خارجه آلمان، از تلاش آینده این کشور برای متقاعد ساختن شورای امنیت بر برخورد سخت‌تر با سوریه خبر داده است. این در حالی است که تحریم نفتی سوریه از روز 15 ماه نوامبر میلادی به اجرا در می آید. از 150 هزار بشکه نفت صادراتی سوریه در روز بیش از 90% آن به اروپا فرستاده می شود. اکنون با پیشگویی وضعیت آب و هوا، رویدادهای خبری این ساعت نیز به پایان می رسد. از همراهیتان سپاسگزاریم.